27 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومعلی در نیروگاه آبی روغون نخست با جریان کارهای انجام یافته در بنای دروازه‌های صدموی تعمیری نقبی ساختمانی قبطی 4 شناس شده با پخش تگمه رمزی به فعالیت انشاد آغاز بخشیدند. دروازه‌های صدموی تعمیری نقبی ساختمانی قبطی 4 در بلندی 1088 متر از سطح بحر جایگیر بوده، کارهای بنیادی با نظرداشت معیارهای جهانی ساحه انرژتیکا انجام یافته است. درازی دروازه‌ها 12.5 متر را تشکیل داده، با استفاده از محصولات کارخانه‌های وطنی نصب تجهیزات گران ارزش ساخته می‌شود. باید گفت که کارهای ساختمان و وصلگری در این انشاءات از سال 2019 آغاز گردیده، آن را بناکاران کارخانه پودراتی جمعیت سهامی کشاده تاج گیدرومنتاج با اجرا رسانیدند. اجرایش کارهای وصل و نصب آهن فلزات و تجهیزات گیدرومکانیکی در این منطقه متناسباً 1150 و 936 تن را تشکیل می‌دهد. دروازه‌های تعمیری در نیروگاه‌های آبی یکی از جزء‌های مهم انشاءات به شمار رفته، در حالت تعمیر و صدمه استفاده می‌شوند. کارهای ساختمانی در این نقب از سال 2019 آغاز یافته، تا این دم 99% آنها به انجام رسیده است. هر یک محصولاتی که در این نقب در زمان ساختمان استفاده شده، از سنجش آزمایشگاه گذشته بعد از آن به استفاده داده شده است. پیشوای معظم ملت ضمن تشریف خود به این نقب از کارهای انجام یافته خبردار شدند و به صفت کارها بهای بلند گذاشتند. ما را ضرور است که از گذشته دیده سعی و کوشش زیادتر نماییم و کارهای آیند را باز هم با صفت‌تر و سری وقت انجام می‌دهیم. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در نیروگاه آبی روغون بعد بازدید از دروازه‌های صدموی تعمیری نقب ساختمانی قبطی 4 از شاخه این نقب مذکور دیدن کردند. نقب ساختمانی قبطی 4 از شاخه‌های ا و ب عبارت بوده، وظیفه آنها تقسیم نمودن حجم آب و پس کردن شدتناکی جریان آن می باشد. این شد با استثنای برآمدگاه 1770 متر درازی داشته، قطرش 15 متر را تشکیل می دهد و اقتدار آبگذرانی آن 3500 متر مکعب در یک ثانیه می باشد. برای ما بسیار باعث افتخار و سرفرازی است که امروز بنیادگذار نیروگاه برقی آبی روغون پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با ما ملاقات نموده، جهت انجام دادن صفت کارهای باقی مانده دستور و سپارش های مشخص دادند. پس ما را ضرور است که همچون شهروند هر یک سخن پیشوا و راهنمای خود را سرمشق کار خیش کرده در بنیاد این انشاءات عظیم عصر سهم خود را گذاریم و با باوری پیشوای ملت سازوار باشیم. در منطقه کمیره دروازه های شاخه ا کار طبق لایحه ادامه داشته، تا امروز کارهای بتونخوابونی 1271 متر مکعب، کارهای کفشرگری 489 متر و وصل و نصب ورقه های آهنین با پورگی با اجرا رسیده است. سرور دولت محترم امومعلی رحمان ضمن شناسایی با کارهای انجام یافته و صحبت با بناکاران از نتیجه کار در این منطقه اظهار قناعتمندی نموده، در آینده برای سری وقت و موافق به طلبات اجرا نمودن کارهای باقی مانده دستورهای مشخص دادند. مورد به یادآوری است که روغون در رودی وخش بنیاد گردیده، بزرگترین در سلسله نیروگاه‌های وخش است و با اقتدار 3600 مگاوات در آسیای مرکزی هم کلانترین نیروگاه محسوب می شود. اگریگت نخستین نیروگاه آبی روغون 16 نویبر سال 2018 و اگریگت دویومی آن 9 سپتامبر سال 2019 از طرف پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با استفاده داده شده بود. ضمن بازدیدها پرزیدنت کشور محترم امومعلی رحمان از کارگران دعوت می نمایند که صادقانه و صافدلانه فعالیت نموده، هر یک کاری به ذمه‌شان گذاشته شده را طوری انجام دهند که صد ساله ها برای ملت تاجیک خدمت نماید. کوشش کنیم که وطن مون آباد کنیم. ناماتون عرفوی زری قطی نوشته میشه. از همه کاری سواب بگیریم. شما مشکلی 10-15 میلیون آینده که میده 30-40 میلیون اهالی تاجیکستان ها کاری سواب خیر میکنیم. زندگی شانه سواب میکنیم. این کاری سواب است. این کاری خیر است. برای خود مون میکنیم. برای نبیره مون میکنیم. برای که میکنیم. برای وطن مون میکنیم. موفقه. برای نیکا.
سلامت باشید. ضمن بازدید پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، برای تیزانیدن کارهای بنیادی در دیگر منطقه های انشاءات با مسئولین دستور و سپارش های مشخص دادند. در این قیده استه 4 مدت 6 ماه می شود که من کار فعالیت کرده نظارت صفت خطهای کفشرگری را می برم. وظیفه من در این قیده از اون عبارت است که هنگام آغاز کاری چلانگران من قیده را پورا نظارت کرده صفتش را بعدم به چلانگران اجازت کار و فعالیت می دهم. برای ما باعث افتخار است که امروز جناب عالی با ما ملاقات داشتند و دستور سپارش های مشخص برای ما دادند. ما کوشش میکنیم که با باوری پیشوای ملت سازوار باشیم. پرزیدنت کشور نیروگاه آبی راغون را یکی از سرچشمه های اساسی رشد اقتصادی ملی و تامین زندگی شایسته ساکنان کشور نامیده، پورا به فعالیت پرداختن آن را برای دولت و ملت تاجیک دستاورد بزرگ تاریخی ارزیابی نمودند. بنیادگذاری کاخ نور سرور دولت محترم امام‌علی رحمان ضمن صحبت با بینوکاران برای اجرای رسالت شهروندی و سهم گذاشتن در بنیاد انشاءات عصر نیروگاه آبی راغون با آنها اظهار منتداری نموده، تاکید داشتند که نامی هر یک آنها در صحیفه های تاریخ با حرف های زرین ثبت می‌گردد و برای آیندگان نمونه عبرت خواهند شد.